سلام دوستان، محمد هستم. با یه برنامه دیگه از باید بدنیم با شما هستم و در این برنامه از باید بدنیم به زندگی و سرنوشت علیرضا پهلوی، شاهزاده‌ای که خانواده‌اش اجازه ورود به ایران رو نداشتن می‌پردازیم. اما لطفاً قبل از هر چیز از این قسمت در زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله یه کنارشو بزنید. زمانی که شایعه ولیعهدی علیرضا پهلوی در کشور پیچیده بود، هواپیمای او در نتیجه نقص فنی سقوط کرد و این شاهزاده پهلوی فوت کرد. اسناد مربوط به این ماجرا هیچگاه منتشر نشد. هنوز پاسخی برای این سوال پیدا نشده که چرا هواپیمای حامل برادر محمد رضا پهلوی که در آستانه مقام ولیعهدی نیز بود با اون همه دبدبه و کبکبش سقوط کرد. آیا به راستی این حادثه یک اتفاق ناگهانی بوده و یا توطئه‌ای دست چین شده اون رو رهبری میکرده؟ تاریخ کشورمون رو شاید به سبب طولانی بودنش و شاید هم به سبب فراز و نشیب‌هاش بتونیم یکی از پرسوال‌ترین تاریخ‌ها بدونیم. سوال‌هایی که یا جواب داده نشده یا پاسخ‌های متفاوتی دریافت کرده و یا به اصطلاح پاسخ درخوری نداشته. علیرضا پهلوی برادر تنی محمد رضا بود که در سال 1301، یعنی 3 سال پس از او، به دنیا آمد. بسیاری معتقد بودند که از جهات بیشماری ایشون شبیه به پدرش رضا خانه. برای مثال حسین فردوس در دوره ولیعهدی در این باره گفته از نظر خصوصیت‌ها و شخصیت شباهت تام و تمامی به رضا خان داشت. فردی بیرحم و خشن و بدون منطق بود و انگلیسی‌ها روی این خصوصیت او شناخت دقیقی داشتند و می‌دونستن که امکان این که در شخصیت او بعداً یک شکوفایی ایجاد بشه وجود نداره. اما محمد رضا رو از نظر شخصیت بر علیرضا ترجیح می‌دادن. در آخرین ایام حضور رضا شاه بر سر قدرت، ایشون در سال 1320 از دانشکده افسری فارغ التحصیل شد. البته در مقطعی که محمد رضا در سوئیس تحصیل می‌کرد، او در همون مدرسه حضور داشت. در سال 1323 و پس از مرگ پدرش، ایشون برای تکمیل معلومات نظامی از طریق قاهره به فرانسه جنگ زده رفت و حتی طبق نوشته‌های رسمی مدتی با نظامیان فرانسوی علیه آلمان‌ها جنگید. او پس از مدتی از پایان جنگ جهانی در فرانسه موند و در سال 1326 به ایران برگشت. بنا به نقل‌های مختلف، او از لحاظ شخصی هم مثل پدرش در دوره زندگی قزاقی زندگی بی‌بندوباری در پیش گرفت. همسر ایشون فرد لهستانی به نام کریستیان شولوسکی بود که از آوارگان جنگ جهانی در پاریس بود. هرچند که ملکه مادر و دربار پهلوی هیچ وقت این وصلت رو به رسمیت نشناختن و هیچ وقت هم در تریبون‌های رسمی به رسمیت اعلام نکردن، ولی حاصل این ازدواج پسری به نام علی پاتریک بود. همونطور که اشاره شد، ایشون تقریبا تنها فردی از پهلوی‌ها بود که به نظامیگری علاقه داشت و همین امر موجب شد که در کودتای 28 مرداد به عنوان یکی از عوامل اون شناخته بشه. پس از ازدواج محمد رضا با ثریا، نداشتن ولیعهد به یه معضل جدی برای دربار تبدیل شده بود و اگه واقعا شاه پسردار نمی‌شد، آینده جانشینش معلوم نبود. از طرفی هم شاه که عاشق ثریا بود نمی‌خواست او رو طلاق بده و صرف نظر از دیدگاه برخی دولت‌های خارجی، خودش مایل نبود که کشور رو به دست علیرضا بسپره. پس از این در 2 مقطع زمانی مسئله جانشینی علیرضا مطرح شد. بار اول وقتی بود که رضا شاه به سمت تبعیدگاه خودش روان بود و انگلیس و دول بیگانه به عنوان اهرمی برای فشار بر شاه جدید و همگامی بیشتر ایشون با خودشون، مسئله ولایت عهدی علیرضا رو مطرح کردند. و بار دوم در بحبوحه ملی شدن صنعت نفت و ناتوانی شاه، انگلیسی ها شایعه جانشینی علیرضا رو بر سر زبون ها انداختن. هرچند که دلیل و سند محکمی ارائه نشده، ولی این امر در انظار عمومی جدی به نظر می رسید. ناگفته نمونه که شاه هیچ وقت به علیرضا پست و مقام درخوری نداد، امری که به وفور موجب قهر و ناراحتی علیرضا می شد. در جریان یکی از قهرهای علیرضا، سرلشکر شفاهی از جانب شاه برای برگردوندن علیرضا به اروپا رفت. شفاهی بعدها گفته بود پس از چند روز به پاریس رفت و بدون اطلاع قبلی خودم رو به آپارتمان والا حضرت رسوندم و زنگ رو به صدا در آوردم. خود او در رو باز کرد. دیدم ریشش بلند شده و لباس ساده‌ای به تن داره.
تا منو دید تعجب کرد و منو به سالن دعوت کرد. نیم ساعت در اونجا نشستم. علت سفر منو جویا شد. گفتم میدونید که اعلی حضرت از این سفر شما ناراحتن و میخوان که هر چه زودتر به تهران برگردید و اگر هم مشکلی هست بیایید تا اون رو حل کنید. علیرضا خیلی عصبانی بود و میگفت برادرم همه چیز رو برای خودش میخواد و هنوز حتی ارث ما رو هم نداده. به او گفتم میدونید که من همیشه در خدمت پدر شما و خانواده پهلوی بودم. حالا مصلحت نمیدونم که این حرفا مطرح بشه. این به ضرر همه شما خواهد بود. به تهران بیایید و این مشکلات رو حل کنید. پس از چندی که شاه مجبور شد بین منافع و احساسات یکی رو انتخاب کنه، مرگ علیرضا به کمکش اومد. مرگ او در شب 4 آبان 1333 اتفاق افتاد و هنوز هم از حل نشده ترین اتفاقات خاندان پهلویه. او که به جشن تولد برادرش دعوت شده بود، با خلبان و هواپیمایی که شاه در اختیارش گذاشته بود، از ملکش در گرگان به سمت تهران حرکت کرد. اما برخاستن هواپیما بر عهده خلبان بود و فرودش در دست دیگری، چرا که هواپیما در کوههای نزدیک تهران دچار نقص فنی شد و سقوط کرد. پس از این اتفاق اعلام شد که برج مراقبت فرودگاه مهرآباد تهران از حرکت علیرضا بیخبر بوده. اما برستی امکان داشت که برادر شاه با هواپیمای فرودگاه گرگان رو ترک کرده و فرودگاه مقصد یعنی مهرآباد با خبر نشه؟ در این باره نقل‌های تاریخی مختلفی گفته شده. برای مثال در کتاب ماجرای شاهپور علیرضا پهلوی در این باره گفته شده که علیرضا شایعه‌های بسیاری در میان مردم نسبت به خودش به وجود آورد، مثل اختلاف داشتن با محمد رضا شاه و ناراضی بودن از طرز حکومت ایشون، همچنین دست داشتن در ترور رزمارای نخست وزیر، برقراری ارتباط با شوروی برای سرنگونی دولت، تلاش برای رسیدن به مقام ولیعهدی و سرانجام مرگ مشکوک او بر اثر سقوط هواپیمایی که برادر تاجدارش در اختیار ایشون گذاشته بود. همچنین در این کتاب نویسنده با اشاره به حساسیت شاه در به قدرت رسیدن برادرش می نویسه که شاه با اخلاق و رفتار علیرضا آشنایی کامل داشت و به گفته ثریا اسفندیاری بین او و سایر برادرانش تفاوت بسیاری قائل بود. گفته شده که به نظر می رسید که شاه در رفتارش با او نسبت به سایر برادرانش دقت بیشتری به کار می برد. شاه برای تنها برادر تنی خودش اهمیت زیادی قائل بود و اغلب می گفت که علی شخصیت برتر از من داره. در این حال هم آشکارا نمیخواست که برادرش رو در مسند سلطنت ببینه. اغلب روزنامه‌های خارجی علی رو وارث تاج و تخت معرفی میکردن، اما شاه هرگز این عنوان رو رسماً به وی نداد. علاوه بر این، اشرف پهلوی در مصاحبه با مجله آلمانی کویک، اگرچه نقش شاه در ترور علیرضا پهلوی رو تکذیب کرده، اما به طور تلویحی این مطلب رو تا حدودی هم تایید میکنه و اگرم تایید نکنه حداقل خواننده رو به شک و شبهه میندازه. اشرف در این مصاحبه میگه که شاه برادرش علیرضا رو خیلی دوست داشت، ولی طبیعی بود که دلش میخواست سلطنت به پسرش برسه. همچنین به گفته فردوست، خاندان پهلوی شاه رو عامل مرگ علیرضا میدونست و خود شاه همیشه در این باره سکوت میکرد. فریده دیبا، مادر فرح پهلوی، در کتاب خاطراتش به انزجار شاه از برادرزادش فرزند علیرضا پهلوی اشاره میکنه و می نویسه که علی پاتریک رو به جمع فامیل و مهمونی ها و کاخهای سلطنتی راه نمیدادن. فریده دیبا می نویسه که یکی دیگه از اعضای خانواده پهلوی که ما مجاز نبودیم در محافل و مجالس خودمون اون رو بپذیریم، فرزند شاهپور علیرضا بود. در پایان باید گفت که خاطرات پهلوی و روزگارشون رو شاید بشه جزو پیچیده ترین و عبرت آمیز ترین موضوعات تاریخی دونست، چرا که در این خاندان حتی رسم برادری هم دستخوش تغییر شده و از اون صرفا نامی تزئینی بر یادگار مونده. خب دوستان عزیز، مرسی که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگه به برنامه‌های ما علاقه‌مندید میتونید از زیر همین ویدیو و از طریق دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن علامت زنگوله کنار اون اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.